مثل دعوت کننده کافران چون مثل کسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی مبهم چیزی نمی شنود بانگ می زند. آری کرند، لالند، کورند و در نمی یابند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه‌ای که روزی شما کرده ایم بخورید و خدا را شکر کنید اگر تنها او را می پرستید. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام سر بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است، ولی کسی که برای حفظ جان خود به خوردن آنها ناچار شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، بر او گناهی نیست، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می‌دارند و بدان بهای ناچیزی به دست می‌آورند، آنان جز آتش در شکم‌های خیش فرو نبرند و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت. آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت و عذاب را به ازای آمرزش خریدند. پس براستی چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشند؟ چرا که خداوند کتاب تورات را به حق نازل کرده است و کسانی که درباره کتاب خدا با یکدیگر به اختلاف پرداختند در ستیزه ای دور و درازند. نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و در راه آزاد کردن بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند، آنانند کسانی که راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند. ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما حق قصاص مقرر شده، آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن، و هر کس که از جانب برادر دینیش یعنی ولی مقتول چیزی از حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان خونبها را به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک است. و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید. بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای گذارد برای پدر و مادر و خیشاوندان خود به طور پسندیده وصیت کند. این کار حقی است بر پرهیزگاران. پس هر کس آن وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر گردن کسانی است که آن را تغییر می‌دهند. آری خدا شنوای داناست. ولی کسی که از انحراف و تمایل بیجای وصیت کننده‌ای نسبت به ورثه‌اش یا از گناه او در وصیت به کار خلاف بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد، بر او گناهی نیست که خدا آمرزنده مهربان است.
ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود، باشد که پرهیزگاری کنید. روزه در روزهای معدودی بر شما مقرر شده است، ولی هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد، به همان شماره تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد، و بر کسانی که روزه طاقت فرساست کفاره ایست که خوراک دادن به بینوایی است، و هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند، پس آن برای او بهتر است، و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است. ماه رمضان همان ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، کتابی که مردم را راهبر و متضمن دلایل آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را درک کند، باید آن را روزه بدارد، و کسی که بیمار یا در سفر است، باید به شماره آن تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد. خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد تا شماره مقرر را تکمیل کنید و خدا را به پاس آن که رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که شکر گذاری کنید. و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند. در شبهای روزه همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است، آنان برای شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید. خدا می دانست که شما با خودتان ناراستی می کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون در شبهای ماه رمضان می توانید با آنان همخوابگی کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه شب بر شما نمودار شود. سپس روزه را تا فرارسیدن شب به اتمام رسانید و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان در نیامیزید. این است حدود احکام الهی. پس زنهار به قصد گناه بدان نزدیک نشوید. این گونه خداوند آیات خود را برای مردم بیان می کند، باشد که پروا پیشه کنند. و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خودتان هم خوب می دانید. درباره حکمت هلالهای ماه از تو می پرسند، بگو آنها شاخص گاه شماری برای مردم و موسم حجند، و نیکی آن نیست که از پشت خانه ها درآیید، بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند و به خانه ها از در ورودی آنها درآیید و از خدا بترسید، باشد که رستگار گردید. و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، ولی از اندازه در نگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد. و هر کجا بر ایشان دست یافتید آنان را بکشید، و از همان جا که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید، چرا که فتنه از قتل بدتر است. با این همه در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید،
مگر آن که با شما در آنجا به جنگ